دوست هندی و دوست روسیمون که گفتم ما میریم کمپ، ما میستیم هر وقت شما آمدین همدیگر اونجا تو کمپ هر با هم قیم دید و ما جمع 4 نفرمون راهی جنگل شدیم. در همون ابتدای امر مگنو توضیح میداد که این جنگل اولیه داریم، سکندری هم ثانویه داریم. جنگل ثانویه جنگلیه که تا 20 سال پیش اینا رو همه درختان قطع میکردن یا میسوزوندن برای که زمینی کشاورزی ایجاد بکنن. اما بعد از اون، بعد اینکه دولت دید که این به ضرر منافع ملیه، همه این زمینه کشاورزی رو جمع کردن و در 15 سال گذشته به علت ول کردن زمینه کشاورزی و فرصت دادن به که جنگل رشد بکنین درخت ها ایجاد شدن. به اینا میگن جنگل ثانویه. برای همین این درخت ها ارتفاعی خیلی زیادی ندارن و در طی این 15 سال گذشته تمام این زمین هایی که در واقع غصب شده بود از دل جنگل آمازون همه دوباره به جنگل پیوستن و حیات وحش دوباره به این جنگل ها برگشته. اکنون واقعیت محکم میتونم بگم که اینو مگنو میگفت که دیگه هیچ زمین کشاورزی در دل جنگل آمازون نه ایجاد میشه و نه گذاشتن باقی بمونه. همه اونهایی که در طی 30-40 سال قبل به زمین کشاورزی تبدیل شده بودن همه رو جدا کردن و دوباره جنگل شکل گرفته. چگونه توی جنگل باید زنده بمونیم؟ اول از همه باید آب بدن رو بتونیم تأمین کنیم. تهیه آب در جنگلی انبوه مثل منطقه کویری که از ساقه بعد از گیاهان میشه استفاده کرد، اینجا هم درخت مخصوصی تو جنگل هست که آب رو در خودش ذخیره میکنه، نه یک کم دو کم بلکه شاید 20 لیتر 30 لیتر آب در داخل یک تنه درخت باشه. اون درخت رو نشون داد و گفتش که فقط کافیه که اونو اول از قسمت بالاتر قطع کنین، چون وقتی قطع میکنین بلا فاصله آب زیادی از بالا تر که از زمین کشیده شده در داخل جمع شده مثل یک پارچ آب براتون ریزش میکنه. بعد هر دفعه خواستین میتونین یه مقطع پایین ترش مثلا 20 سان 30 سان پایین ترش رو باز قطع کنین و باز دوباره آبش رو دوباره مصرف بکنین. این یک درخت میتونه نیازتون رو برای مدت‌های مدید تأمین بکنه. آبیش کاملا زلال، کاملا تمیز، بدون اینکه هیچ دغدغه‌ای داشته باشین در رابطه با اینکه این کثیف باشه یا آلودگی داشته باشه، مثل آب مقطر ما باقی میمونه. حتی بعضش هم مثل آب مقطر خواهد بود، هیچ مزه خاصی نداره، نه نمکی داره نه املاح داره. به خونه هایی از موریانه ها رسیدیم. قبلا با خونه های موریانه تو منطقه پانتانان آشنا شده بودیم. یه خونه موریانه خیلی کوچیک بود، خب چون نم دست بود اینو با انگشتمون فشار میدادیم، یعنی به توصیه مگنو که ببینین چقدر نرمه. واقعا وقتی انگشت فشار میدادی کاملا فرو میرفت داخلش و نرم بود. این کوچیکش بود، ولی یه دفعه یه چیز دیدیم، یه چیز شبیه تپه بود اصلا، که اینم خونه موریانه بود، اونقدر بزرگ بود که بشه بری بالاش اصلا واستی بدون که اصلا تکون بخوره. این دیگه با انگشت که له نمیشد هیچی، یه وزن 100 کیلویی هم میرفت بالاش کوچیک تکونی نمیخورد. مگنو نشون داد که یک درختی هستش که این میوه هایی داره که مثل این ظرف میفته رو زمین. البته اینو میتونن بشکافن سرش و داخلش دونه های پر از پروتئین وجود داره که جنبه غذایی خیلی خوبی داره. هم میشه به شکل خام مصرف کرد، هم گفت امروز جنبه تجاری پیدا کرده و در واقع کمک کرده به اقتصاد برزیل، چون این دونه های داخلش رو کشور آمریکا و کشور مکزیک خریداری میکنن و ازش شامپوهای مختلفی ساخته میشه که در بازارهای جهانی خیلی مرغوبیت داره. البته این میوه رو آکوتی که قبلا تو سفر آرژانتین بهتون نزدیک آبشاری که رسیده بودیم بهتون نشون دادم، یادتون هست آبشار ایگوزا که رفته بودیم، حیوانی مثل به نام آکوتی بودش که رو زمین راه میرفت، اندازه خرگوش بود و یه پوزه بلند داشت. اون گفتش تو جنگل اینا رو میاد میشکافه سرشو و اون دونه ها رو میخوره و این اثر دندون اون بر روی اینها بودش. جالب بود در همین ابتدای امر پس با مقوی ترین غذاهایی که در جنگل میشه پیدا کرد، بخصوص که چون گوشت هم نیستش برای من راحته، چون من همیشه با مغذی گوشتی مشکل دارم، و دوم با تهیه آب در جنگل آشنا شدیم و از همه مهمتر اینکه فهمیدیم که گرچه که زمینه کشاورزی رو دوباره همه رو حذف کردن و درخت جنگلی گذاشتن رشد بشه، اما از همین درخت جنگلی برای تقویت اقتصادشون در این 15 سال
خیلی استفاده کردن و کاربری های مفید از ماحصل جنگل مستقیم و غیر مستقیم پیدا کردن. اینقدر این دونه ها در دنیا گویا شهرت داره که اقتصاد زیاد خوبی رو برای دولت برزیل ایجاد کرده. این نمونه ای از همون چیزی که از میوه جنگلی درست میکنن، از پوستش برای صنایع دستی. من یکی به خونه خودم تهیه کردم در موزه شخصی نگهداری کنم و البته یکی هم برای برنده جایزه ویژه بزرگ مسابقه بازی بزرگ برزیل.